خب جلسه پرسش و پاسخ شماره 12 امروز همچنان همون اوکیه 21 تیر 12 جولای یک شنبه است، ساعت 10:30 شب. خب یه سوال داشتی در مورد بحث ریسورس و ریسورس منیجمنت و ریسورس پایپلاین. آره، این دیتایی که ما الان از توی این پایپلاین ردش میکنیم یه جای ذخیره میشه، فرماتی ما میخوایم. آره، بعد اینا کجا میرن؟ این پایپلاین کلیمون شاید من تو ویدیو توضیح نداده باشم، فکر کنم تو ویدیو نیست، که من میخوام، من برای ریسورس هام تایپ های مختلف دارن، ایمیج، انیمیشن، حالا کرک مدل 3D و این چیزا که ندارم، ولی به هر حال فانت، پارتیکل افکت اگه ریسورس باشه، هر چی، تکست فایل، کانفیگوریشن، هر چی، هر چی هست، دسکریپشن مپ، رولای گیم، هر چی که باشه، کاراکتر دیت، اتریبیوت های کاراکتر، هر چی که هست، این ریسورس ها رو من یه دسکریپشنی می‌نویسم از این که مثلا این فایل رو بیار، اون فایل رو بیار، اون فایل رو بیار، از تو ریسورس کامپایلر هم رد می‌کنم و ریسورس کامپایلر همه این فایل‌های مختلف رو پک می‌کنه، فرمتشون اول تبدیل می‌کنه اون فرمتی که باید باشه، ران تایم سری می‌تونه بخونه، اگه مثلا لازم اینا رو باینری بنویسه، باینری می‌نویسه، بهتره این کارو می‌کنه، این ران تایم فایل تکست خیلی نمی‌خونیم، ممکنه تو فرآیند دیولپمنت بخونیم، ولی تو گیم نهایی این کارو نمی‌کنیم، باینری تپ لود می‌کنیم. به هر حال و تبدیلشون میکنه به یه فایل پک، یه فایل WAD، یه فایل هرچی، یه فایل PK3، هر چی، حالا باید فرمت خودمون. از این فرماتی که مال دارایتیکس استفاده میکنی؟ مثل چی؟ نه، اونا کامپرشن هن، فرمت نیستن، فرمت نیستن. بیادم اینجوری فایل رو سیو میکردیم برای گرشت سریع تر لود میشد. آره آره، دقیقاً دقیقاً. ببین اونا فرمتشون، ما هم خودمون، ما فرمت ایمیج خودمون رو خواهیم داشت، فرمت انیمیشن خودمون رو خواهیم داشت، همه فرمت ها فرمت خودمون خواهد بود، فرمتی خواهد بود که سریع با یه بار خون همونجوری باینری تپ لود کنیم تو حافظه و دیگه پروسسینگ انجام ندیم، پارسش نخواد بکنیم، اینو بخونیم اگه اینجوری بود، اونو بخونیم وگرنه اینو بخونیم، بعد بایت ها رو جدا کنیم. دی ایکس تی ها دقیقاً اینجوریه، با یه فرمتی که جی پی یو میتونه، در واقع دی دی اس، تو فایل دی دی اس رو مثلا داری میگی، یا اوپن جی ال هم یه چیزی داره، کرونوس ایمیج یادم نیست، مال کرونوسه، یه چیزی هست، یه لایبرری اوپنی هم هست که اونو میخونه مینسه. ما از هیچ کدوم از اینا استفاده نمی‌کنیم، فرمت خودمون رو درست می‌کنیم، چون ما خیلی کارمون، نیازمون خیلی راحت‌تره، ساده‌تره احتمالاً، هر چی باشه به هر حال تمرین خوبیه. و دقیقاً فرمتی رو استفاده می‌کنیم که راحت تو حافظه لود کنیم و از اونورم راحت بتونیم بلیتش کنیم، بتونیم بفرستیمش برای جی پی یو که نشونش بده، یعنی پیکسل دیتا هامون باز خواهد بود. اگر کامپرشن استفاده کنیم، کامپرشنی استفاده میکنیم که جی پی یو بتونه نیتیو بازش کنه، حالا دی ایکس تی میخواد باشه، میخواد چی، این کامپرشن جدید، هرچی، S3 فلان، نه کامپرشن جدید، چرا من STC اسمش الان تو ازن هم رفت، این کامپرشن هایی که خیلی پلتفرم موبایل اتفاقی نارو ساپورت میکنن. آره، به هر حال، حالا نه، پرا وی آر که یه سازنده چیپه، قدیمیه، آره، ولی یه قدیمی نیست، ولی مهم نیست، حالا اوکی، اسمش مهم نیست. پس ریسورس کامپایلر ما دو تا کار میکنه، اولا دیتا ها رو ماساژ میده به اون فرمتی که ما میخوایم، تک تک دیتا، تک تک ایمیج ها، تک تک فونت ها، تک تک انیمیشن ها، تک تک کاراکتر دیتا ها، هر چی، لول دیسکریپشن، هر چی، اینا رو تبدیل میکنه به اون فرمتی که میخوایم، تک تک این فایل ها رو، و احتمالاً همشون رو پک میکنه، حداقل کاری که میتونه بکنه که همشون رو بریزه توی دایرکتوری کنار هم باشن، که ران تایم به عنوان یه پکیج به اینا نگاه کنیم، به دایرکتوری به عنوان یه پکیج نگاه کنیم، یا اینکه همشون رو بریزه واقعا توی یه فایل، اگه میخواد کامپرس کنه، اگه هر کاری میخواد بکنه بکنه. کانستریند رو سایز داره، یعنی مثلا از یه حد بیشتر شد یه فایل دیگه میکنه توش، یا نه کاملا ما بهش میگیم، مثلا ما میتونیم بهش بگیم که همه فایلایی که برای یه لولمون لازمه اینا رو بکن یه فایل پک، که وقتی اون لول رو میخوای لود کنی تپ فایلش رو لود کنه و همه دیتا های لازم اون تو باشه. تکراری بود چی؟ تو پک مختلف دیتا تکراری میره؟ چش کلر. اگر خیلی هزینش زیاد بشه اون دیتا تکراری رو ریفکتور میکنیم، میاریم میذاریم توی یه پکی که مثلا کامن، مثلا آره، مثلا کاراکترا، اسپرایت کاراکترا، کاراکترهای پلیبل و چه میدونم تفنگاشون، اتریبیوتاشون، اینا رو میذاریم توی یه پک و لول ها رو میذاریم توی هر لول و دیتای خود لول رو میذاریم توی پک دیگه. اینجوری دو تا پک باید لود کنیم برای هر لول، کاراکترا لود میکنیم و لول لود میکنیم، یا حالا برعکس.
به هر حال تعدادش باید محدود باشه دیگه. اون دیگه دست خودمون میشه، دست من یوزره، دست من پروگرامره که تصمیم بگیرم چی بره تو کدوم پک و برای هر لول چی رو لود کنم. حالا فرمت پک تو ذهن منم نهایی نیست که اون پکیج چیه، میتونه where is all my data، بعد به هر حال فرمت خاص خودمون خواهد بود، فرمت دیگه ای نه. به مقدار رم فری که یوزر داره این ارتباط داره؟ ببین ما فرض میکنیم که مقدار رم داره، من هنوز که کانتنت آرتمو درست نکردم که بدونم چقدر رم واقعا لازم دارم دیگه، درسته؟ و بازیمون هم جوری نیست که بتونیم دیتا رو توش لود و آنلود و از این کارا بکنیم. ما همه دیتامون لازم داریم دیگه، آره همه دیتامون رو لازم داریم که باشه در دسترس، درسته؟ یه بازی مالتی پلیر ارینا شوتر همه دیتا رو لازم داره دیگه، درسته؟ قاعدتا حالا ممکنه بعضی صداها ما یه چیزایی ممکنه بشه آپتیمایز کرد، ولی خب اونا سخته، حجمش اونقدر زیاد نخواهد بود. فایل WAD رو که اسپانسر بود، آره اینا ما همشو میاریم تو مموری آخر سر، آره احتمالا همشو میاریم تو مموری، آره آره دیگه. فرض اینه که تو همشو لازم داری دیگه، میتونیم همشو نیاریم، هیچ اجباری نیست همشو بیاریم تو مموری. نیاریم از اون پیجینگ که گفتی؟ نه با مموری مپینگ و اینا نمیخوام کار کنم چون خیلی پلتفرم دیپندنته. یه راهه یه هم وقتی این فایل پک رو تو ذهنتون تصور کنید که دقیقاً دیتا استراکچرهاییه که من تو مموری لازم دارم، یعنی همون شکلی که تو مموری لی اوت میشه دیتا ها، مثلا 10 تا ایمیج و 4 تا فونت و اینا، دقیقاً همون شکلی چیدم توی فایل. آره خیلی آرکیتکچر دیپندنت، خیلی یعنی هم اون فرمت فایل ممکنه روی، حالا اگه اندروید داشته باشیم که نداریم، ممکنه روی اندروید با روی ویندوز فرق کنه فرمتش، فایل شکلی که من دیتا رو تو فایل نوشتم. اون ریسورس کامپایلر وظیفش اینه که فایلی درست کنه که روی اندروید راحت لود بشه یا روی ویندوز راحت لود بشه یا روی لینکس و مک لود بشه، که اونها احتمالاً فرق نمی‌کنن چون به هاردور بیشتر بستگی داره تا به او اس. مثلا این نگه کد نصف نیم پخته نگه داریم کارو بکنیم، یه گیمی که ران میشه رو پلتفرمه، اون پلتفرمه کانتنت پایپلاینه بیاد مثلا وایل درست کنه برای اندروید و اون شکلی بذارتش برای اون پلتفرمه، یعنی نهایی نباشه این فایل بعدمون که جلوی پورتبیلیتی رو نگیره. پورتبیلیتی چی؟ تو داری در مورد پورتبیلیتی وایل بیلد شده؟ خب نه دیگه، وایل باید برای پلتفرم خاص بسازی، ولی سورس وایل که اون فایل ریسورس دیسکریپشنه اون پورتبله، ولی وقتی داره حالا وایل که ما میگیم فایل ما وایل نخواهد بود دیگه، ولی مثلا این وای ای پی خواهد بود فایل ما، هرچی بی کی پی مثلا پسوندش اینجوری بلک نات پی بی کی پی پکیج بلک نات پکیج، یه همچین چی بلک نات پک، یه همچین فایل بی کی پی ما وقتی ساخته میشه برای یه پلتفرم خاص ساخته میشه. اگر بین پلتفرم مختلف فرق کنه ممکن از هیچ فرقی نکنه، یعنی ببینیم که بین این پلتفرم و اون پلتفرم دیتامون لازم نیست تغییر کنه، برای همین اون یه فایلی که می‌سازی برای همه پلتفرم‌ها همون باشه. ولی اگه یارو رم نداشت چیز میشه؟ مشکل خودشه، باید بره پیجینگ استفاده کنه، سیستم بلوش از این کارو بکنه. آره دیگه که جاواس کنه جوری. مشکل خودشه. ببینید آخر آخرش من لولامو همه رو نگاه می‌کنم، می‌بینم که خب من بازیم در حالت عادی 100 مگ 200 مگ دیتا عادی داره، بزرگترین لولم مثلا 300 مگ دیتا است میشه 500 مگ. من میگم مموری ریکوایرمنت من 500 مگابایت مثلا، بعد بیشتر میشه کمتر میشه، حالا خیلی دقیق نمیشه گفت، عددم احتمالاً من وقتی 500 مگابایت ببینم دیتا دارم، من میگم مموری ریکوایرمنت هم 1 گیگابایته، مثلا 1 گیگابایت مموری خالی میخوام برای اینکه گیم من رام بشه. بعد یه سوال دیگه، ما رزولوشن های مختلف استا رو ساپورت میکنیم؟ شاید ساپورت کنیم، نمیدونم. برای پی سی که مهم نیست خیلی، واسه که آره برای موبایل، موبایل قدیمی مهم، موبایل جدید هم مهم، برای پی سی هم مهمه. ولی پی سی معمولا چون رزولوشنش متغیره تو همه رزولوشنات رو بذاری، مثلا تو حداقل اینستال شده باشه، ممکنه تو کانفیگوریشن بگه من میخوام لورز استا رو لود کنی. اینو چجوری ساپورت میکنی این قضیه رو که چند تا رزولوشن داریم از یه فایل؟ احتمالا تو اون ریسورس کامپایلرمون، تو اون ریسورس دسکریپشن فایلمون، پسفنده فایل مثلا، نه نه نه، تو ریسورس دسکریپشنمون میگیم که این فایل ورودیه برای پلتفرم فلان، خواستی اینو برای پلتفرم اندروید خواستی بدی، اندروید لو خواستی مثلا اکسپورت بگیری، رزولوشن رو ریسایز کن از مثلا 1024 به 256 در 256 مثلا. بعد یه فایل میشه در نهایت ها، یعنی نه که اکسپورت جدا مثلا اندروید های و لو فلان که نمیگیریم، که یه دونه اندروید باید درست بکنیم یا رو دیوایسش نمیکشه، دو تا پک درست میکنیم که همین فایل رو با این رول اکسپورت کن تو این پک، همون فایل رو با یه رول دیگه اکسپورت کن توی پک دیگه، هر دوتا پک رو میذاریم توی خروجیمون، وقتی یارو لو رزولوشن میخواد پک لوه رو لود میکنیم، پک دوتا پک ها ریسورس های توشون یکیه، فقط چیزاشون فرق داره، فقط یکی فایلش رزولوشن بالاتر اون پایین تره. یا مثلا برای لوکالیزیشن ممکنه یه پکی صدای
فارسی توش باشه، یه پکی صدای انگلیسی توش باشه. بس ببین که چه زبانی رو انتخاب کردی، هر دو تا پک رو دیسک هست. بس ببین که کدوم زبان رو انتخاب کردی، پک انگلیسی لود میشه یا فارسی. لیزی لود نریگه، دست میگیری کدوم لود کنی دیگه چه. ولی اسم ریسورس های توش یکی خواهد بود دیگه، اسم ریسورس های یکی خواهد بود. بقیه انجینت کاری نداره به اینکه چی لود شده، فقط صدا رو پخش میکنه مثلا، یا اون حتی تکسچر هم میشه دیگه. فولدر بندی اینا رو جدا میکنی از هم؟ نه دیگه، اسم پک هاست دیگه. اسم پک هاست نه تو دایرکتوری هارد منظورم هست چیزی نگه میداری سورس متریال همو. آره سورس متریال هم هر جور دارم بخواد نگه میدارم دیگه. اون ربطی به ریسورس کامپایلر رو اینا نداره قاعدتا. تو بعد چیزی که تصور منه اینه که ریسورس کامپایلر روش دقیقاً میگیم که این فایل رو از اینجا بیار بکن تو این پک، این فایل دیگه رو بیار بکن تو همون پک. در واقع اینجوری میگیم که یه پکی من دارم اسمش هست مثلا فارسی وایسز مثلا، یا وایسز آندرلاین اف ای مثلا. این پکه توش این 16 تا فایله که این 16 تا فایل هر جایی ممکنه باشن. حالا قاعدتاً اگه من عقلم برسه همون فایل سورسمو توی جای درستی میذارم دیگه که راحت ازشون برام بردارم. ولی هیچ محدودیتی برای اون ریسورس کامپایلر نداره. اون میتونه بگه این فایل رو از این درایو بیار، اون فایل از رو فلش هم بخون، اون که فایل از سرور ویکی‌پدیا دانلود کن. هر چی ریسورس کامپایلر براش مهم نیست که فایل کجاست. من غالبا اورگانایزیشن فایل برام مهمه، ولی ریسورس کامپایلر جوری که باش حرف میزنیم اینه که بهش میگیم یه پکی درست کن، این فایل رو از این جاهای مختلف بیار، همه رو بکن تو این پک. بعد ران تایممون با پک کار میکنه دیگه. تو یه پکی هستش که یه فایل مثلا فریاد زدن فلان هست، یه فایل مردن هست، یه فایل مثلا دات گان ریلود کردن هست، اون فلان هست. حالا بعضی از اینا زبان فارسیه، بعضیش انگلیسیه، بعضیش یعنی همه اینا فارسیه. آره زبان فارسی ریلود دارم، ریلود میکنم. آی ام ریلود عربیش توی کانتر استرایک چیزی کال اف دیوتی کانتر استرایک اینا هم چیزایی داره عربیاشو کلیمور میذاره تو کال اف دیوتی. دارم کلیمور میکارم به انگلیسی به عربی هم کلیمور داره الکلیمور با پسفند من دیدم این کار رو میکنم مثلا پسفند ات دو ایکس میذارن چیز آره ات چار ایکس میذارن مثلا برای آیفون رتینا مهم نیست اون نیمینگه دیگه مهم نیست، مهم تو این لایه نیست. برای من وقتی میخوام پروداکشن پایپلاین رو دیزاین کنم نیمینگ مهمه. حتی من یه چیزایی در مورد نیمینگ رو ممکنه توی ریسورس کامپایلر هم حتی امبد کنم، هارد کد کنم یه چیزایی رو ممکنه توی پکام فایل اسمی داشت یه معنی خاصیت رو میده مثلا ممکنه، ولی الان لازم نداره که دیزاین کنم برای اون، که چیزیه که اتفاق میافته دیگه. زمین که من لوکالیزیشن خیلی مثلا نیست، واقعا نمیخوام بازیمو لوکالایز کنم، این بازی بلک نات رو لوکالایز کنیم. ممکنه رزولوشن های مختلف بخوایم، ولی موبایل چی؟ موبایل هم نه، بازی موبایل نیست. بحث نکن با من. خب فکر کنم تمومه دیگه. جلسه 12 پرسش و پاسخش تموم شد. در مورد ریسورس منیجمنت، ریسورس کامپایلر، ریسورس پایپلاین، در مورد ریسورس باز هم صحبت خواهیم کرد. این کاری که امروز کردیم اصلا کار مهمی نبود، فقط میخواستم یه ویدیو بگیرم. هر دومون کار داریم، هم من هم آیدین، الان وقت نداریم. ولی خب تا جلسه بعدی، تا ویدیو بعدی، فعلا شب بخیر.